ایشون الان خلقوشه میگه که 275 روزه که زندان هستن. از روز چهارم جولای که بازداشت شدن تا به حال هیچ گونه مرخصی نداشتن. میشه گفت هیچ گونه پرونده‌ای تشکیل نشده و هیچ گونه اتهاماتی وارد نشده. یه سری اتهامات رو میگن که میشه گفتش که اونها درست نیستش، بعدش هم این اتهاماتی هست که هر کسی میگذر از هیچ گونه میشه گفت رسیدگی به ایشون نشده. حال عمومی ایشون از وقتی رفتن زندان بلغوش 20 کیلو وزن کم کردن. از نظر روحی خیلی حالت خیلی خوبی دارن. برای ایشون میشه گفتش که برای مدت 5 روز اعتصاب قضا کردن که همین باعث شد روز اول عید موقعی که برای نماز پا میشن فشارشون سقوط بکنه و بخورن زمین. میشه گفت این بعدش که بردن درمانگاه گفتن این چیزی خیلی خطرناکه و این سقوط فشار باید رایش رسیدگی بشه. مادرم نه که باشون بازی کشتن برنده گفتن خیلی از نظر جسمانی ضعیف هست. از نظر حقوقی خیلی وقت داشته ما دنبالشون ایشون خودشون هم درخواست موقتی دادن ولی هیچ گونه جوابی ندادن به ایشون یا کلن که چیکار میخوام بکنن. ما همچنان منتظریم که ایشون میگه گفتش که بیدلیل نگهداری شدن. با وکیلشون هم صحبت میشه، وکیلشون هم همچنان مثل ما منتظرم تا ببینن چه بشه. ایشون بازجویی ندارن، میشه گفتش که همینجوری ایشون رو نگه داشتن تا ببینن که چی میشه. براست میگم هیچ کنه اتهامی نه به ایشون زده شده، اتهاماتی که از براندازی هایی نه که نسبت به همه زده میشه به چیز خاصی نیستش تو این مدت به همه این اتهامات رو زدن، ولی حتی که درخواست مرخصی هم که دادن هیچ کنه جوابی به ایشون ندادن و این همه باعث نگرانی که چی کار میخوام بکنن. ایشونو یه مدتی بردن انفرادی، اولش که 70 روز انفرادی بودن و بعدش بعد از یه مدت از انفرادی آوردنشون بیرون، دوباره بردن انفرادی. الان یه چند وقتی خوش از انفرادی آوردن بیرون، بردن بند 350. ملاقات ها که بستگی به اون هفته و روز داره و برنامه هایی که هست خب همیشه خیلی سخت میگیرن، ولی ملاقات ها بوده، تلفن های خیلی کوتاه هم هست. این میشه گفتش که شرایط ملاقات اینه بستگی به شرایط های بیرون، جایگاهی که ایشون داره یا برای انفرادی هست و نیستن داره که هنوز به نتیجه نرسیده که آیا به صورت مستمر میشه ایشون رو هر هفته دید یا نه، ولی تا وقتی اجازه بدن حتما ملاقات شما شده.